بله درست میگید شما آقای دکتر. بله بله. نه ببین، من قبلا هم خدمتتون عرض کردم آقای دکتر، من این مرکز درمانی برام خیلی اهمیت داره. من اصلا به خاطر همین قضیه من تشریف آوردم ایران. به قول من آخرش هم اون چیزی که باید میشد نشد دیگه. نخیر، حالا خدا رو شکر باز به حمایت شما و خانم مختاری باز یه کاری شد انجام دادیم. بله. نه الو الو، سارا خانم چطورم؟ خوبه. چه بد اخلاق؟ چی شده حالا؟ تو با کسی دیگه غیر از من در ارتباطی؟ من؟ برای چی نمیپرسی؟ خب یعنی دقیقا چیه؟ سوال منم همینه، منتها این که مال کیه دقیقا؟ من باید بدونم؟ نمیدونم، من که نمیدونم، گفتم شاید احتمالا تو بدونی. من از کجا باید بدونم؟ این خب زیر مبل خونه ما پیدا شده. اوکی. بعد وقتی زیر مبل خونه ما پیدا شده یعنی چی؟ خونه ما یعنی خونه من و تو. اوکی اوکی. اینقدر اوکی اوکی نکن. وقتی میگم خونه من و تو یعنی یا تو باید بدونی یا من. من که نمیدونم، پس تو باید بدونی دیگه. با استدلالت کاملا موافقم ها، ولی با نتیجه گیری یه کوچولو مشکل دارم. از این استدلال و نتیجه گیری از اینجوری به من حرف بزنی انگار که من مریضه تو هم امید. آرا، مگه جواب نمیخوای؟ چرا؟ بده ببینمش. بده ببینم دیگه، نمیخورمش که. این بوی عطر من نیست. من فکر کنم جواب سوالتو گرفتم. الهام سلام داداش، چطوری؟ قربونه دارم، تو خوبی؟ کجایی؟ باورت نمیشه کجا، جای شما خیلی خالیه. سارا چطوره؟ سارا هم خوبه، البته اگه شما بذاری. چرا، مگه چی شده؟ انقدر دوست من اذیت نکن. من اذیت نکنم؟ من خودم خواندم، خواهانی که دیگه است. حالا اتهام چیه؟ این خونه شما جامونده بود؟ انقدر دنبالش گشتم. پدست سوخته، من اگه بوی تو رو نمیشناختم الان زندگیم به باد رفته بود. حالا سارا کجاست؟ سارا تو اتاقشه، میگم بهت زنگ بزنه. باش عزیزم، مواظب خودتون باشین. خدافظ. 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 برو خدافظ. راضی شدی؟ نکن اون کارو، نکن عزیزم. ببخشید.